سلام و درود خدمت همه فکت مگیه عزیز. خیلی خوش اومدیم به این ویدیو دیگه. توی این ویدیو میخوام قوانین عجیب و غریب کشور کره شمالی رو بهتون بگم و اینکه در این کشور چه قوانین و مقرراتی وجود داره و مردم اصلا چطوری زندگی میکنن داخل این کشور عجیب و غریب. پس پیشنهاد میکنم تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید، چون یک سری قوانینی وجود داره که اگر بشنوین باورتون نمیشه. قانون عجیب شماره 1، نپوشیدن شلوار جین. اگر شما از کسایی هستین که طرفدار شلوار لی هستین یا همون جین، نمیتونین به این کشور با اون شلوار سفر کنین. و مردم این کشور حق پوشیدن لباس‌های جین رو ندارن، به خاطر که رهبرشون کیم جونگ اون فکر میکنه که پارچه جین نماد امپریالیسم آمریکا هستش. به همین دلیل مردم این کشور حق استفاده از این شلوارها رو ندارن. قانون عجیب دوم اینه که شما در کره شمالی حق گفتن جوک و لطیفه رو ندارین. یعنی این قانون با اینکه خودش یک جوک حساب میشه، اما یک واقعیت هستش در کره شمالی و مردم این کشور حتی نمیتونن یک جوک رو واسه همدیگه تعریف کنن. قانون شماره 3، ممنوع بودن نقد و انتقاد از دولت و عملکرد اون هستش. اگر مردم کره شمالی به خاطر عملکرد دولتشون بخوان از اون نقد و یا انتقادی بکنن، بلافاصله دستگیر، زندانی، تنبیه و مجازات میشن و مردم حق انتقاد از این دولت رو ندارن. قانون 4، شما اجازه تماشای هیچ فیلم و سریال خارجی و بین المللی رو ندارید. مردم این کشور نمیتونن فیلم ها و سریال های خارجی که در دنیا پخش میشه رو ببینن. اونها فقط یک شبکه دارن و اون هم معمولاً اخبار میگه و یا تمجید و تعریف از عملکرد و دولت خودشون رو نشون میده. یعنی شما نمیتونین یک برنامه کودک برای بچه‌تون، یک فیلم و سریال دلخواه برای خودتون و یا یک برنامه سرگرم کننده رو بشینین دور همی با خانواده‌تون تماشا کنین. قانون 5، ممنوع بودن نوشیدنی‌های الکلی. از سال 2006 تا حالا نوشیدنی‌های الکلی در این کشور ممنوع است و مردم اجازه مصرف اون رو ندارن. اما خود کیم جونگ اون علاقه خاصی به یک نوع خاصی از شراب به نام شراب مار رو داره و جالبه بدونی که مصرف ماریجوانا در این کشور آزاد هستش و مردم میتونن مصرف کنن. شاید براتون سوال پیش بیاد که دین و مذهب مردم کره شمالی چی هست. در جواب باید بهتون بگم که در کره شمالی مذهب وجود نداره و آنها رهبرشون رو مثل یک خدا میدونن. همچنین همه کتاب‌های مقدس مثل قرآن، انجیل و یا تورات هم در این کشور وجود نداره و همراه داشتن اونها در این کشور جرم حساب میشه. قانون عجیب 7 میگه که سفرهای خارجی ممنوع هست و مردم کره شمالی اجازه سفر به کشورهای خارجی رو ندارن، مگر اینکه برای مناسبت‌های خیلی خاص مثل المپیک باشه. شاید با خودتون بگین که المپیک یک فرصت خیلی خوب برای فرار یک سری از مردم از کره شمالی باشه. فکر خیلی خوبیه، ولی متاسفانه اونها فکر اینجاش هم کردن و ورزشکارهایی که به المپیک اعزام میشن خانواده هاشون در اسارت دولت هستن تا زمانی که این ورزشکارها به کره شمالی برگردن و متاسفانه نمیتونن فرار کنن. قانون شماره 8، اگر هر کسی علیه کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و حکومت اون بخواد انتقاد و یا صحبت بدی بکنه مجازات میشه. اگر خوش شانس باشه که مجازات اون اعدام هست، ولی اگر بد شانس باشه اون مجازات 3 نسل رو داره. یعنی اون علاوه بر خودش و فرزندانش و فرزندان فرزندانشون رو هم در زندان سپری خواهند کرد و مجازات 3 نسل رو خواهند دید. و قانون مجازات 3 نسل یکی از بیرحمانه ترین قوانین کره شمالی هستش. قانون 9، گوش دادن به موسیقی ممنوع هست و تنها موسیقی های مجاز هستند که در اونها تعریف و تمجید از دولت بشه، وگرنه تمامی موسیقی های دیگه‌ای که خارج از این قاعده باشه گوش دادن به اونها ممنوع هست و در کره شمالی جرم حساب میشه. قانون باور نکردنی 10 اینه که اینترنت در کره شمالی وجود نداره و 99% مردم این کشور به اینترنت دسترسی ندارن و فقط 1% میتونن از اینترنت استفاده کنن. اون هم فقط برای سایت های دولتی هستش، نه بیشتر.
و بیشتر کامپیوترهای کره شمالی سیستم عامل خودشون رو دارن، یعنی مردم این کشور با سیستم عامل‌های مثل ویندوز هم ازن آشنایی ندارن و نمیدونن چی هستش. به خاطر همین موضوع مردم کره شمالی اطلاعاتی از سایر کشورهای دنیا و اینکه چه اتفاقاتی اصلا در دنیا میفته ندارن. قانون 11 فقط مقامات مرد دولتی میتونن رانندگی کنن و هر کسی توانایی رانندگی در کره شمالی رو نداره. شما در کره شمالی برای که بتونید سوار یک ماشین بشین و ماشین رو برونین باید مرد باشین و همچنین مقام دولتی داشته باشین. در غیر این صورت شما نمیتونید رانندگی کنین. قانون 12 تماس با خارج از کشور ممنوع هستش و مردم کره شمالی حق ارتباط با مردم سایر کشورهای دنیا رو ندارن و این کار یک جرم هست و مجازات سنگینی رو در کره شمالی در پی داره. قبل از اینکه قانون بعدی رو بهتون بگم، اگر از این ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید که این بزرگترین حمایت شما برای من هست، و اون زنگوله کنارش رو فعال کنید که هر وقت ویدیوهای بعدی منتشر میشه شما اونها رو ببینید. قانون 13 خانم ها در این کشور اجازه پوشیدن دامن کوتاه رو ندارن و این کار یک جرم حساب میشه و طبق همیشه مجازات در کره شمالی رو در پی داره. همچنین در کره شمالی یک پلیس مخصوص برای مد و پوشاک دارن که مبادا مردم لباسای ممنوعی رو مثل شلوار جین، دامن کوتاه یا موارد دیگه‌ای که در کره شمالی ممنوع هست رو بپوشن. قانون 14 مردان نمیتونن موی خودشون رو بلند کنن و مدل موی اونها باید طبق چیزی باشه که دولت تعیین کرده. یعنی دیگه حتی اختیار مدل مو هم نداریم تو این کشور. اگر به شما پیشنهاد بدن که به ازای 5 سال زندگی در کره شمالی 1,000,000 دلار گیرتون میاد، آیا این پیشنهاد رو قبول میکنین یا نه؟ یعنی به ازای هر سال زندگی در زندانی به نام کره شمالی 200,000 دلار به شما پرداخت میشه. جواب شما به این پیشنهاد فرضی چی هستش؟ رد میکنین یا با کمال میل اونو قبول میکنین؟ قانون 15 خرید و فروش دوربین عکاسی در کره شمالی جرم حساب میشه و مردم کشور حتی نمیتونن یه عکس یادگاری از خودشون، خانوادهشون و دوستاشون داشته باشن. قانون عجیب 16 مردم کره شمالی اجازه تردد و عبور بین شهری رو ندارن. یعنی مردم این کشور نمیتونن از یک شهر به شهر دیگه سفر بکنن و فقط یک قشر خاص اجازه این کار رو دارن، اونم با اجازه و استفاده از مجوز دولت برای سفرهای بین شهری هست. قانون 17 مردم موظفن که در انتهای هر روز فضولاتشون رو بدن به دولت که از اینها برای کود در کشاورزی استفاده بشه. یعنی دیگه واقعا آخرش این قانون. قانون 18 شرکت 100% در انتخابات. مردم در کره شمالی موظفن که همیشه رأی بدن و رأی ندادن در کره شمالی یک کار غیرقانونی هست و اگر کسی از اون امتناع بکنه مجازات میشه. و جالبیش به اینه که هر سال فقط یک کاندید وجود داره و اون هم رهبر کره شمالی کیم جونگ اون هست و همه باید به اون رأی بدن. قانون 19 لبخند در سالگرد مرگ کیم ایل سونگ یا رهبر پیشین کره شمالی ممنوع هست و تو این روز هیچ کس اجازه خندیدن و حتی لبخند زدن رو نداره و همه باید ناراحت و گریه کنان باشن، اگرنه مجازات در پی داره. قانون 20 که به نظرم بدترین قانون در کره شمالی هست، قانون سن از مجازات هست. طبق این قانون اگر فردی جنایتکار در کره شمالی باشه یا علیه حکومت و عملکرد اون بخواد صحبت یا انتقادی بکنه، علاوه بر خودش 2 نسل بعد از اون هم باید در زندان باشن. قانون 21 فرار از کره شمالی جرم حساب میشه و مردم اجازه فرار رو ندارن. یعنی اگر بخوان از این زندان وحشتناک هم فرار بکنن باز هم جنایتکار شناخته میشن. قانون عجیب 22 ممنوع ملاقات بودن مادرانی که تازه زایمان کردن. قانون 23 تعیین شغل توسط دولت انجام میشه و شما حق این که بخواییم بگین من میخوام چی کار بشم و چه کار بکنم در آینده رو ندارید و یک فرمی رو پر میکنید و دولت طبق اون به شما میگه که چه کاره میتونین بشین. قانون 24 در کره شمالی هیچ تابلوی تبلیغاتی و نمایشی وجود نداره و تنها تابلوهای تبلیغاتی مربوط هستند به دولت، حکومت و کمونیست و چیز جزئی نیستش. به نظر شما تا حالا از بین این قوانینی که گفته شد کدوم یکی بدترین قانون کره شمالی هستش؟
قانون 25 در کره شمالی هیچ چراغ قرمزی وجود نداره و به جای اون ماموران راهنمایی و رانندگی هستند که ماشین ها رو هدایت میکنن. اگر در خیابون هیچ ماشینی هم نباشه، اونها موظفن که در اون چهارراه حضور داشته باشن و باید وظیفه‌شون رو عمل بکنن. قانون 26 خانم ها در این کشور اجازه آرایش کردن ندارن و بیشتر وسایل آرایشی وارداتش هم ممنوع هستش و اصلا در این کشور وجود نداره که بخوان آرایش بکنن و حتی اگر وجود هم داشته باشه این کار در کره شمالی جرم حساب میشه. قانون 27 هر گونه رابطه غیر از ازدواج در این کشور ممنوعه و روابط دختر و پسر اگر ازدواج نکرده باشن در این کشور ممنوع حساب میشه و جرم هستش. قانون 28 تا 16 سالگی تحصیلات اجباری و رایگان هست و از 10 تا 16 سالگی باید مسیر تحصیلی رو انتخاب بکنی و امکان برگشت هم نیستش و این یه قانون برای همه هست. و در آخر قانون 29 قانون اجباری خدمت سربازی. همه مردم کره شمالی از 17 سالگی باید برن خدمت که این قانون برای پسرها 10 سال هست و برای دخترها 6 سال. بله درست شنیدید. دخترها هم تو این کشور مجبورن که برن خدمت سربازی و اونها باید 6 سال برن و پسرها 10 سال. یعنی اگه یک پسر از 17 سالگی بره 27 سالگی خدمتش تموم میشه و یک دختر هم از 17 سالگی تا 23 سالگی در خدمت باشن. شاید براتون سوال پیش بیاد که چرا با وجود این همه قوانین سخت و نقض حقوق بشر در کره شمالی سازمان ملل و کشورهای دیگه شکایت و اعتراضی علیه کره شمالی نمی‌کنن و اگر هم می‌کنن هیچ فایده ای نداره. جواب به اون ساده هست. بمب اتم. بله، کره شمالی دارای بمب اتم هست و با یک سری از کشورها مثل کره جنوبی، ژاپن و آمریکا سر جنگ داره. و بارها شده که کره شمالی این سه کشور رو تهدید به حمله اتمی کرده و از سال 2006 تا الان هم تا حالا چندین مرتبه آزمایش‌های اتمی رو کره شمالی انجام داده و این نشون میده که اونها هیچ تعارفی در زدن بمب اتم به کشورهای مخالف خودشون ندارن. خیلی ممنونم که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد اونو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید که این بزرگترین حمایت شما برای من هست و اون زنگوله کنارش رو فعال کنید که ویدیوهای بعدی منتشر میشه اونها رو از دست ندید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی فعلا.